فیلم اکشن کمدی جامپ استریت شماره 22 آخر هفته گذشته 13 ژوئن در صدر جدول فروش سینماها در آمریکای شمالی قرار گرفت. فیلم قبلی آنها با نام جامپ استریت شماره 21 که با بازی جونا هیل و چنینگ تاتوم در نقش کاراگاه‌های دست و پا چلفتی ظاهر شده بودند 60 میلیون دلار فروش داشت. داستان بزرگی بود. پیچیدگی‌های زیادی داشت. آنها به دانشگاه برمیگردند و همه چیز در ذهنشان در هم بر هم می‌شود. پیچ و تاب‌های زیادی در آن وجود داشت و مقدار زیادی لحظات خنده‌دار. مدیران مدرسه کریس میلر و فیل لورد دو تا از توانمندترین بازیگران هستند. خنده‌دار هستند. به هر چیزی که دست می‌زنند تبدیل به چیزی فوق‌العاده خنده‌دار می‌شود. به خاطر اینکه به نظر من آنها بهترین هستند. چالش اصلی برای کاراگاه اشمیت با بازی جونا هیل و جنکو با بازی چنینگ تاتوم وقتی است که در یک دانشگاه پنهان می‌شوند تا دلالان مواد مخدر را شناسایی کنند. اما وقتی پایشان به دانشگاه می‌رسد، اشمیت با یک دختر جذاب دوست می‌شود و جنکو به دنبال فوتبال بازی کردن و خوشگذرانی می‌رود و صحنه‌های اکشن کمدی فیلم با این ماجراها در هم می‌پیچد. یکی دیگر از فیلم‌های کمدی دنباله‌دار که به زودی اکران می‌شود، فیلم مثل یک مرد فکر کن یا Think Like a Man 2. در این فیلم که از کتاب پرفروش مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن عمل کن نوشته استیو هاروی ساخته شده، همه زوج‌ها برای مراسم عروسی به لاس وگاس برمی‌گردند، اما برنامه‌ریزی برای تعطیلات رمانتیک به هم می‌ریزد. فیلم قبلی فقط درباره زن و شوهرها بود، زوجهای از هم جدا شده و پسرهایی که همدیگر را میشناختند. نکته جالب فیلم جدید این است که شما میتوانید در این فیلم دخترها را ببینید. فیلم مثل یک مرد فکر کن روز جمعه نخست در ایالات متحده آمریکا اکران میشود و نمایش آن از ماه اوت در اروپا آغاز خواهد شد. She's scheming, she'll make you think you're dreaming.